صدایی دیگر، صدای زنان. 500 شماره، طرح 500 موضوع معضل و مسئله در حوزه زنان. امروز یک شنبه 14 بهمن قرار بود 500مین شماره از مجله صدای دیگر به کوشش همکارم رویا کریمی مجد پخش بشه و ما فکر کردیم که چه بهانه‌ای بهتر از این تا نگاهی بندازیم به عملکرد این مجله که یکی از قدیمی ترین و پردوام ترین مجله های رادیو فرداست. مجله‌ای که روزگاری تحت نام زنان و جامعه توسط همکارم شیرین فامیلی تهیه می‌شد و بعدتر با عنوان صدای دیگر به نازی عظیما سپرده شد و پس از بیش از 20 شماره به همکارم رویا کریمی مجد رسید تا پرچم تحلیل امور زنان در ایران، مسائل و مشکلاتشون همچنان در اهتزاز بمونه و رادیو فردا امروز یکی از معدود رسانه‌های فارسی زبونه که مشخصاً به شکل هفتگی به مسئله و معضلات زنان میپردازه، هدفی که نزدیک به 15 ساله توسط رادیو فردا داره دنبال میشه. خب با این مقدمه که نه خیلی کوتاه بود به شما سلام میکنم. من سمیرا قرایی هستم، تا ساعت 8 به وقت ایران همراه شما خواهم بود تا بیشتر از صدایی دیگر بگیم و بشنویم. میتونید ما رو در لایو اینستاگرام هم ببینید، در اونجا به همه شما بینندگان رادیو فردا سلام میکنم. در استودیو همراه با من رویا کریمی مجد، کسی که بدون تلاشا و جدلهای هفتگیش صدای دیگر خلق نمیشد. رویا سلام میکنم بهت. من هم سلام میکنم سمیرا به تو و همه شنوندگان همیشگی صدای دیگر، شنوندگانی که فکر میکنم از همون ابتدای شروع به کار رادیو آزادی و بعد از اون رادیو فردا گوششون عادت کرده به این که برنامه های مربوط به زنان رو از این رادیو بشنون و کم یا زیاد، دور یا نزدیک، همراهیشون رو با برنامه صدای دیگر نشون دادن، برای ما ایمیل فرستادن، پیام های تلفنی بسیار زیادی برای ما داشتن. اخیراً در واقع داره پیام ها از طریق شبکه های اجتماعی به دست من میرسه و من یک بار دیگه سلام میکنم به همه کسانی که این 500 شماره رو همراه ما بودند و امروز تصویر ما رو هم از اینستا لایف میتونن ببینن. روی اول که به تبریک میگم تولد 500مین شماره این مجله رو، اما میخوام شروع کنم سوال هامو ازت، خیلی هم کلیشه‌ای میخوام شروع کنم. 500 شماره گذشته، بخش اعظمش رو تو تهیه کردی، حس چیه بعد از این 500 شماره؟ کجا ایستادی؟ چقدر خسته ای؟ چقدر خوشحالی و انرژی داری؟ سوال کلیشه‌ای بسیار سختی بود سمیرا. واقعیتش اینجاست که خب بخش اعظم این 500 شماره رو من ساختم. نمیتونیم ندیده بگیریم تمام تلاش‌هایی رو که نازی عظیما در آغاز برنامه صدای دیگر داشت. حتما پای صحبت‌های شیرین فامیلی خواهیم نشست که پیش از صدای دیگر، و البته فکر کنم نازی عظیما رو هم داریم، بله. که پیش از صدای دیگر به برنامه زنان می‌پرداختن. در طی این مدت هم همکارای زیادی بودن که تو زمان‌هایی که من سر کار نبودم، مرخصی بودم، استراحت می‌کردم یا به دلایلی سر کار نبودم، جای خالی من رو پر کردن، از مصدق کاتوزیان گرفته تا هانا کاویانی تا خود تو که در مواقعی تهیه و پخش در واقع برنامه صدای دیگر رو به عهده داشتین. اما حالا بعد از 500 شماره من میتونم بگم که خب این اولین بار نیست که من برنامه‌ای رو 10 سال، در واقع سوژه‌ای رو، موضوعی رو 10 سال پیگیری کردم. من پیش از اون 10 سال با مجله زنان همکاری کردم، پایدارترین کار مطبوعاتی من در ایران همکاری با نشریه زنان بود، اولین نشریه‌ای که به مسائل زنان از دیدگاه فمینیستی می‌پرداخت. من از سال 77 تا سال 86، پیش از این که در واقع در تا زمانی که توقیف قطعی شد مجله زنان، با اون کار می‌کردم و بعد از اون در واقع فاصله بین سال 86 تا 87 که دوران گذار من بود از اومدن از ایران بیرون و پیوستن به رادیو فردا، مدت زمان کوتاهی بود که تو حوزه زنان کار نمی‌کردم و اونطوری که برگشتم توی آرشیو نگاه کردم فکر می‌کنم از حدود دی یا بهمن سال 87 برنامه صدای دیگر به من سپرده شد و الان خسته نیستم و خسته نیستم چون مسائل زنان در ایران متاسفانه اونقدر عمیقه، اونقدر جدیه که یک پویایی رو توی خودش داره، پویایی که بعضی اوقات واقعا دل سرد کننده است، اما از بطن خودش اون انرژی رو به آدم میده که آدم بتونه اون رو پیگیری کنه و اون رو ادامه بده. خستم به خاطر این که هزار بار در مورد یه موضوع حرف میزنی و بعد برمیگردی به اونجایی که میبینی هنوز جای اولی،
ما 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، الان دقیقاً در سالگرد 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و ما هنوز در تفسیر یک ماده قانون اساسی، ماده مربوط به رجل سیاسی، موندیم و نتونستیم این رو تفسیر بکنیم. ما سال هاست داریم در مورد مسائل زنان حرف میزنیم، در مورد ازدواج دختر بچه ها حرف میزنیم. من امروز که آرشیف رو داشتم نگاه میکردم، اما از سال 90-91 در مورد ازدواج دختر بچه ها برنامه ساختیم و پخش شده و هنوز تازه رسیدیم، بعد از 7 سال کار کردم روی این ماجرا رسیدیم به اونجایی که داریم میبینیم کلیپ های تبلیغاتی ازدواج دختر بچه ها داره پخش میشه در ایران. این آدم رو خسته میکنه، این آدم رو، این بار روی دوشت رو که سالهاست داری میکشی همینطور روی دوشت باقی میگذاره و حیفت من فرسوده تر میشم، من تحلیل میرم و من به معنای فردی که در واقع داره دغدغه مسائل زنان رو داره، انگار با یک هیولای طرفی و داری میجنگی و اون هیولا به هیچ عنوان از پا نمیفته و تو هی خب تحلیل میدی و به جرئت میتونم بگم که اون هیولا خیلی زودتر از من ریشارژ میشه و برمیگرده به کار و با قدرت بیشتری مقابلش رو انجام میده. ولی کسانی که این سوی ماجرا در برابر هیولا ایستادن، فعالان جنبش زنان، فعالان رسانه‌ای حوزه زنان، اونها به اندازه اون هیولا تغذیه نمیده. ولی تکثر خود همین مسئله است، یعنی رو تعداد این فعالان اگر فکر بکنی، یک جمعیتی از فعالان در کنار هم با یک همبستگی شاید بشه به این فکر کرد که روزی میشه که این هیولا رو شکست داد. ولی همبستگی نکته مهمی هست که باید بین فعالان حقوق زنان وجود داشته باشه، هم صدایی و هم نظری، و اینکه انقدر درگیری هایی که بین فعالان حقوق زنان وجود داره خودش به هر حال مسئله ایه. خب ببینه، امروز روز تولد صدای دیگره، بذار یکم شیرین و خوشبین و امید به آینده داشته باشیم و فکر کنیم که یه روزی همه فعالان جنبش زنان در کنار همدیگه وای میستن، در برابر تضییع حقوق زنان وای میستن و یه روزی زنان ایران هم از انقیاد مردان خارج میشن. خب ببین، مسائل زنان در رادیو فردا 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال نیست که داره بهش پرداخته میشه. گفتیم که سالهاست از ابتدای تولد رادیو آزادی و بعدتر رادیو فردا، اشاره کردیم به همکار شیرین فامیلی. شیرین روی خط با ما هست. شیرین سلام میکنم به تو. سلام سمیر جان، سلام رویا جان عزیز، منم سلام میکنم به شیرین جان. تبریک میگم، به خصوص به رویای عزیز تبریک میگم، خسته نباشید. ممنون عزیزم، متشکرم. شیرین، یک نگاهی بندازیم به تاریخچه مجله که تو در می آوردی، زنان و جامعه، از چه زمانی راه افتاد؟ اندک برامون از تاریخچه اون مجله بگو. مجله حدوداً تو در من در حقیقت سالای 84 و 85 در حقیقت مجله رو در می آوردم با همکاری چند تا دیگه از همکاران. الو شیرین نداریم؟ الو صدای ما رو میشنوی شیرین؟ بله صدای من شما شنیدین، گفتم که تو فاصله بله صدای شما رو ما داریم و گویا داریم میشنویم. بله، تو این فاصله در می آوردم و تعدادی دیگه از همکارانمون در رادیو همکاری می کردن، چون به صورت مجله بود، متنوع بود، مطالب مختلفی رو داشت و به همین دلیل تنهایی نبودم، همکاران دیگه بودن، حتی از جاهای دیگه، از شهرستانهای دیگه هم و شهرهای دیگه هم برامون گزارش می دادن. شیرین، بله صدای شما رو ما میشنویم. میخوام ازت بپرسم که اولویت شما در اون زمان در پوشش مسائل مربوط به زنان در چه مسائلی بود؟ عمدتا خب مسائل ایران بود، به خصوص مسائل روز بود. مسائل روز هم اون موقع در سالهای 84-85 جنبش زنان یکی از پرتحرک‌ترین و پرشورترین سالها رو میگذروند، به همین دلیل در برنامه در تقریباً در بسیاری از شماره‌هاش مصاحبه هایی داشتیم با فعالان جنبش زنان در ایران و یه بخش دیگه. اون موقع البته وبلاگ ها هم خیلی فعال بودن، وبلاگ های زنان و اصلا وبلاگ نویسی دوره تازه رو شروع کرده بود، فعال بود و یه نگاهی داشتیم به جزء برنامه کوتاهی که حدود 10 تا 15 دقیقه به وبلاگ های زنان در فاصله یک هفته و مطالب عمده و نکاتی رو که بهش داشتن بهش میپرداختیم. برنامه چون به صورت مجله بود، همونطور که اشاره کردم، تقریبا کمتر مگر در طور استثنا میرفت روی یک موضوع خاص و تحلیلی
ولی بیشتر برنامه ها کوتاه بود و به صورت مسائل روز. البته یه بخشش مربوط به مسائل ایران بود، بخش عمدهش از مسائل زنان در منطقه و حتی فراتر، مثلا موردی بود یادم از کره جنوبی مطلب داشتیم، در منطقه هم بیشتر افغانستان بود، ترکیه بود، کشورهای همسایه بود، به همین دلیل متنوع بود در حقیقت. خیلی ممنونم. همکارم شیرین فامیلی بود، اولین تهیه کننده مجله زنان و جامعه که از رادیو فردا پخش می شد. سمیرا اجازه می دیم برم یه سوالی از شیرین مطرح کنم اگه هنوز پشت خطی شیرین جون؟ بله. آره، یکی از مسائلی که من در سالهای اخیر باهاش روبرو شدم این هستش که فعالان جنبش زنان در سالهای اخیر به دلیل محدودیت‌هایی که در ایران براشون پیش اومده، بخش عمده ایشون ترجیح میدن که با رادیو فردا صحبت نکنن. اون سالهای آغازین کار، اون 10-15 سال پیش چطور؟ اون زمان میتونستی یک ارتباط راحت‌تری با فعالان جنبش زنان در داخل ایران داشته باشی؟ بله، به طور محدود این ارتباط برقرار بود. مثلا فرض کنید تظاهرات هفته تیر ما تماس داشتیم، صحبت کردیم 8 مارس که خانم یادم خانم سیمین بهبهانی رو ضرب و شتم کردن، تماس داشتیم. خود خانم سیمین بهبهانی که بتونه سیمین بهبهانی زنده یاد به جای خود که اولین بار تو برنامه زنان بود شعری رو که مناسبت 8 مارس گفته بود اجرا کرد به طور زنده، و بعدم فعالین زنان که اون موقع در ایران بودن الان بخششون در خارج هستن، همون موقع با ما به طور محدود مصاحبه میکردن، گفتگو میکردن و میگفتن چه میگذره. حتی همون روزی که تظاهرات در داخل ایران بود مثلا با بعضیشون تماس داشتیم و میگفتن که چه میگذره، تونستن تظاهرات یا اعتراضاتشون رو برگزار کنن، نتونستن، چی گذشته، همه اینها رو ما از اونها گزارش داشتیم از خود آنها. متشکرم شیرین جان از توضیحاتتون. خیلی ممنونم. شیرین فامیلی بود. ممنون شیرین جان، اولین تهیه کننده مجله زنان و جامعه. اما بعد از زنان و جامعه یک قالب نوع دیگری پرید اومد برای پرداختن به مجله، به مسائل و معضلات مربوط به زنان. یه نگاهی به گذشته بندازیم رویا شاد. آره، یه پرومو داریم از اون زمان پخشش کنیم. صدای دیگر، صدای زنان از ایران و جهان. زنان چی میگویند؟ تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان. زنان چه میخواهند؟ برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد. زنان چه میکنند؟ پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران داشتن زنان رو میزدن. آن روز پلیس. صدای دیگر، برنامه‌ای برای زنان و مردان، یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30 از رادیو فردا. خب، نازی عظیما مترجم سرشناس و روزنامه نگار، نخستین تهیه کننده مجله صدای دیگر بود. از زبان خودش بشنویم که از روزهای اول تولد مجله صدای دیگر میگه. من اول سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و همکاران و خود شما. در مورد این برنامه صدای دیگر که شما پرسیدین که چگونه به وجود اومد، من اول باید یه زمینه خیلی مختصر به شما بدم که من فکر تهیه یک برنامه راجع به زنان رو از زمانی که ما به عنوان رادیو آزادی کار میکردیم که بعداً تبدیل شد به رادیو فردا، من از همون زمان میخواستم که برنامه راجع به زنان داشته باشم که با خانم شیرین عبادی هم قرار بود ما این برنامه رو درست کنیم به عنوان حقوق خانواده که مسائل کودکان و زنان توش گنجانده بشه. اما این خورد به عوض شدن اصولا سیاست کلی رادیو و تبدیلش به رادیو فردا. زمان آقای باسمنجی بود، من دوباره این پیشنهاد رو دادم که یه برنامه راجع به زنان باشه. ایشون فکر رو شاید موافق بود ولی شاید از من نمیخواست با من این کار رو بکنه، بنابراین پیشنهادش رو داد به خانم فامیلی و با ایشون این برنامه رو به معنی برنامه یک ربعه یه برنامه راجع به زنان گذاشتن که بیشتر جمعه خبری داشت، چون واقعا توی یه ربع بیشتر نمیشد کاری کرد. بعد این گذشت تا اینکه آقای کاتوزیان که من با ایشون از نظر فکری نزدیکی بیشتری دارم، ایشون شد مدیر در واقع موقت و من دوباره این فکر رو به ایشون هم دادم و ایشون خیلی از این پیشنهاد استقبال کرد و قرار شد که من یک برنامه نیم ساعته برای زنان داشته باشم. خب، من توی این فرصت رفته بودم یه سفری به ایران و خیلی هم مسائل زنان رو میخوندم و
علاقه داشتم و کار کرده بودم روش و متوجه بودم که مسئله فمینیسم اصولا در ایران به خصوص با تبلیغاتی که توی ایران در موردش میشه اصولا یک به صورت فحش درمده، یعنی حتی خانم هایی که فعال زنان بودن از اینکه خودشون رو فمینیست بدونن یا راجع به فمینیسم مثلا صحبت کنن مثل تابو بود براشون. این بود که من اولین برنامه‌مو اولا اسمشو خود من گذاشتم به عنوان صدای دیگر، به معنی اینکه صدای مردان مردانه است در جامعه مرد سالار و جامعه خودمون و صدای زن صدای اون جنس دیگره، اون در واقع اقلیتی است که از نظر حقوقی و از نظر فرهنگی به عنوان اقلیت هست در مقابل اون اکثریت که صداها همه دستشه. در مورد آرمش هم آقای گرگین خیلی به من کمک کردن و این پیش آرمی که ما گذاشتیم در واقع پیشنهادی بود که آقای گرگین دادن، اونم یک خواننده زن کرد روی یک سیدی اینو خونده بود و این تیکه از موسیقی اون بود. این رو ما درست کردیم برنامه رو و فکر من این بود که ما اولا راجع به فمینیسم صحبت کنیم و ببینیم که اصلا فمینیسم چی هست، که آیا واقعا چیز زشتی بدی اینا. دوم یک بخشی فرهنگی باشه، در واقع مسائل هنری فرهنگی زنان، و بخش دیگرش هم بخش حقوقی و مسائل روز و خبری. این سه بخش رو برنامه من داشت. خب صدای نازی عظیما رو شنیدیم، اولین تهیه کننده مجله صدای دیگر. رویا به نظرت اونطور که خانم عظیما میگه فمینیسم بدل به چیزی زشت شده، شبیه فحش شده؟ خب حتی بدتر از اون. الان اتفاقی در ایران افتاده، در این چند برنامه اخیر، فکر کنم 5-6 برنامه اخیر، ما اصلا داریم به همین موضوع میپردازیم که چگونه در جمهوری اسلامی مفهوم فمینیسم به در واقع نقیض خودش تبدیل شده و چطور جمهوری اسلامی در طول این 40 سال با تمام محدودیت هایی که ایجاد کرده، با تغییر قوانین، در واقع با عقب نگه داشتن قوانین، با دور نگه داشتن زنان از اطلاع رسانی به روز در مورد اونچه که در جامعه جهانی در مورد حقوق زنان می زره، و همینطور با محدود نگه داشتن رشته های درسی در دانشگاه ها، چطور مفهوم فمینیسم رو تبدیل کرده به این که فمینیسم یعنی مرد برده زن باشه، زنان برتر از مردان هستن و در واقع این برتری طلبی روح اصلی فمینیسم، در صورتی که همه ما میدونیم اینطوری نیست و فمینیسم یک تلاش جمعی برای تحقق برابری حقوقی و عدالت میان زنان و مردان. عدالت رو برای اون میگم که بدونیم این بحث عدالت جنسیتی که در ایران داره مطرح میشه میتونه یه بخش بسیار کوچکی از مفهوم عمده فمینیسم باشه، ولی من کاملا با خانم عظیما موافقم. در واقع چه در سالهای دور و چه هنوز، فمینیسم در ایران بیشتر از اون که یک مفهوم اجتماعی محرک و پیشبرنده باشه یک فحش تلقی میشه. خب رویا اجازه بده یه ذره از گذشته فاصله بگیریم، بریم به سمت آینده. با تحلیلگران هم می‌خوایم صحبت بکنیم راجع به برنامه صدای دیگر. صدای منم که رفت کلا. صدای دیگر. آره دقیقاً. خب سوده راد فعال برابری جنسیتی همراه ماست، قرار هستش که در لایو اینستاگرام هم ما رو همراهی بکنه. سوده اگر ما رو میبینی بهت سلام میکنم. سلام به شما. بله من میبینم اتون و میشنم اتون، البته توی اینستاگرام یکم تأخیر دارن. خب منم سلام میکنم به سوده، خوش اومدی این دفعه از طریق اینستاگرام همراه ما. من فکر میکنم باید صدای تلفن دیگرت رو یکم کم بکنی چون ما الان اختلال صدا داریم. اکو میشه سوده صدات؟ فکر میکنم الان خوبه. آره خوبه. خب سوده، تو به شکل روزانه داری روی مسائل زنان و در مجموع مسائل LGBT کار میکنی، مسئلت زندگیت رو یک جوری داری صرف این حوزه میکنی به عنوان یک اکتیویست. میخوام نظر تو رو بپرسم درباره مجله صدای دیگر. راستش من قبل از این که شروع کنم در حوزه فارسی زبان کار کنم در مورد برابری جنسیتی، خیلی بیشتر در حوزه در واقع جنبش فرانسوی داشتم کار میکنم. ببخشید من یکم داره حواسم پرت اینستاگرام میشه، سعی میکنم با شما صحبت کنم بیشتر. و در واقع من میتونم بگم بیشتر از این که نوشته باشم، بیشتر از این که خونده باشم به فارسی، شنونده برنامه صدای دیگر بودم
و فکر میکنم از همونجا هم شروع شد دوستی من با خانم کمیل مجد، رویای عزیز، و میتونم بگم که هیچ کدوم از این برنامه‌ای که در طول حداقل 10 سال اخیر منتشر شدن رو از دست ندادم. خوشحالم که یه منبعی هستش از این که من بدونم هر هفته یه موضوع خاص روز جامعه ایران داره بررسی میشه و هیچ وقت متوقف نمیشه. سوده، اگر بخوای که در یک یا دو مورد به نقاط قوت این برنامه اشاره کنی، چه خیلی خلاصه چه نکاتی رو مطرح میکنی؟ حالا میدونم که وقت نیسته، چون یکی از نکات مهمی که توی برنامه صدای دیگر بهش توجه میشه اینه که صداها با رنگهای متفاوت با تنوع دیدگاه‌های متفاوتش حضور داره. یعنی صدایی نیستش که فقط بخواد یک جنبه جنبش زنان ایران یا برابری خواهی رو پیگیری بکنه، فقط یک در واقع راستا رو در جهت خودش قرار داده باشه و همینطور ادامه بده، بلکه تو میتونی صدای مخالف خودت رو هم توی صدای رادیو فردا در واقع صدای دیگر بشنوی. در ضمن میتونم بگم که رادیو فردا جزو معدود رسانه‌های داخل و حتی خارج از ایرانه که به طور خاص یک برنامه مربوط به برابری جنسیتی و حقوق زنان داره و برنامه‌ای که خیلی جدی گرفته میشه، سرسری گرفته نمیشه و همینطوری یه چیزی نیست برای اینکه باشه. در واقع برنامه‌ای که براش وقت گذاشته میشه، هزینه پشتش هستش و یک مجموعه برنامه‌هایی مثل مثلا فمینیسم در ایران تولید میشه که واقعا میتونه منبع باشه. اینجا بذارین گلم بکنم، متاسفانه آرشیو این 500 تا برنامه رو نمیتونیم پیدا کنیم. یعنی شما خیلی خوبه که دسترسی داریم به برنامه‌های اصلی، ولی ما دوست داریم بشیم اونا رو گوش بدیم. سوده، بالاخره گله همیشگی تو روی آنتن بردی. نه واقعا هم همینطوره رویا، چون که آرشیو واقعا نمیشه پیدا کرد. مثلا اگه بخوای تو یک چیزی رو پیدا بکنی که 3 سال پیش پخش شده، 4 سال پیش، واقعا نمیشه جای پیدا کرد. خب من همین امروز در واقع درخواست شما رو میبرم به مدیر وبسایت، میگم و امیدوارم به عنوان هدیه تولد برنامه صدای دیگر هم که شده به ما کمک کنن که آرشیو رو بتونیم غنی ترش کنیم. من میتونم یه گله دیگه هم بکنم؟ دیگه داری میکنی گله ها رو دیگه. خب یه گله دیگه هم اینه که وقتی که یک رسانه انقدر ارزش داره برای حقوق بشر و به طور خاص حقوق زنان، خیلی خوبه که در همه برنامه ها این برابری خواهی دیده بشه، این نگاه جنسیتی دیده بشه. علاوه بر این، ما در عصر زندگی میکنیم که دیگه نگاه در واقع برابری خواهانه زن مساوی مرد نیست و وقتی راجع به صدای دیگر حرف میزنیم، خوبه راجع به صدایی از زنانی با لهجه های غیر تهرانی، با ادیانی غیر شیعه، با گرایش های جنسی غیر دگرجنسگرایانه هم حرف بزنیم که یک بار دیگه اونها در حاشیه به حاشیه رونده نشن. خیلی ممنونم از مسئله‌ای که مطرح کردی سوده. من فقط همینجا باید این رو یادآوری بکنم که ما تا جایی که دسترسی داشته باشیم، من توی سوالی هم که از شیرین کردم در واقع خواستم یه توجه رو به این سمت بیارم که ما رابطمون با ایران رابطه بسیار محدودیه به دلیل فشارهایی که در مورد رادیو فردا در ایران وجود داره و تماس‌های تهدیدآمیزی که بعضی اوقات با کسانی که با رادیو فردا در ارتباط هستن گرفته میشه و تبعاتی که مصاحبه با رادیو فردا برای کسانی که در داخل ایران هستن ایجاد میشه، ما معمولاً به مشکل برمیخوریم برای برقراری مستقیم رابطه با ایران. هرچند هستن همچنان فعالان مسائل زنانی که از همه چیز میگذرن تا اطلاعات رو در اختیار ما قرار بدن، هماهنگی‌ها رو انجام بدن برای اینکه با کسانی که در ایران جایی برای شنیده شدن صداشون وجود نداره بتونیم ارتباط برقرار بکنیم. همینجا من باید تشکر کنم از تمامی زنان کردی که به ما کمک کردن تا در مورد ختنه زنان در ایران برنامه‌ای بسازیم که در اون من با یک مادر و دختر کرد ختنه شده صحبت کردم و اونها بسیار عمیق از دردی که بر جانشون گذاشته شده بود با ما حرف بزنن. بعد تشکر کنم از فعالان زن در آذربایجان که امکان صحبت کردن با لیلا، دختری که در 10 سالگی ازدواج کرده بود، رو برای ما فراهم کردند. اما واقعیت اینجاست که بذائت ارتباط ما با ایران بذائت بسیار محدودیه و اون هم به دلیل خطرات و مسائلی هست که در داخل ایران وجود داره. وگرنه من با آغوش باز تمام 10 دقیقه برنامه‌ام رو در اختیار زنانی قرار میدم که میخوان جایی وجود داشته باشه که صداشون پخش بشه. یه نکته دیگه هم هست رویا، اون که نمیدونم حالا شاید با من اصلا موافق نباشید، فکر کنم سوده به شما موافق نباشه، اون همین هستش که در پرداختن به مسائل غیر اقلیت در حوزه زنان انقدر یک سری بدیهیات رعایت نشده، انقدر این جنگه وقتی میرسه به مشکلات غیر اقلیت و حالا اکثریت انقدر جنگ ابزورد و عجیبی هست. یعنی برای رسیدن به یک سری بدیهیات حتی باید بجنگیم دیگه،
شاید اقلیت ها بخواد بره به مسائل ثانویه تبدیل بشه و این چالش توی روزنامه نگار هست در حوزه زنان. من خیلی تلاش میکنم سمیرا که از کوچکترین فرصت ها استفاده کنم برای اشاره کردن به این مسائل. مثلا توی برنامه‌ای که داشتم در مورد اشتغال زنان کار میکردم، ما داشتیم به موضوع حجاب زنان میپرداختیم و توی اون برنامه بود که خانم خدیجه مقدم اشاره بسیار کوچکی کردن به این که وقتی مسئله حجاب برای زنان انقدر مسئله است، ببینیم فقط کافیه که شما در واقع یک زن دیگر جنسگرا باشید یا یک زن تراجنسیتی باشید و ببینید که با چه شرایطی روبرو میشین. بعضی اوقات همین استفاده از کلمات، همین اشاره های خیلی کوچک هم فکر میکنم میتونه همونطوری که سوده هم اشاره کرد در رو باز کنه به سمت اینکه ما اقلیت ها رو هر چند کوچک و ناچیز ببینیم و ندیدشون نگیریم. خیلی ممنونم سوده، ممنون که وقت گذاشتی اومدی با ما صحبت کردی. اما رویا آسیه امینی تحلیلگر امور زنان هم یکی دیگه از کسانی است که مدام در برنامه تو حضور داشته به عنوان تحلیلگر، گذشته از این که راجع به مسائل مختلف صحبت کرده همیشه با تو و دید بسیار جامعی نسبت به مسائل زنان داره. آره، یکی از مخاطبان همیشه گم هست، یعنی اگه خودش هم حضور نداشته باشه همیشه برنامه رو دنبال کرده. بریم، من ازش روزهای گذشته پرسیدم که نظرش چی هست. بریم بشنویم که آسیه امینی چی میگه. من همه قسمت‌های صدای دیگر رو گوش نکردم، اما تا جایی که مخاطبش بودم و مخاطب خاص هم بودم برای اینکه پیگیری میکردم که بشنوم، تلاش شده که از مسائلی که شاید کمتر دیده میشه یا شاید در حد یک خبر هست رو به بحث بکشونه. تلاش شده که حضور کسایی که به هر نوعی، چه در حوزه اکتیویسم، چه در حوزه دانش آکادمیک، چه در حوزه سیاسی به این موضوع یعنی حقوق زنان ربط پیدا می کنن رو، حضورشون رو داشته باشه در برنامه هاش. تلاش شده که کشف بکنه کمتر دیده شده ها رو، اگر خبری نادیده گرفته میشه یا فراموش میشه در لابلای اخبار دیگه اونها رو ببینه. یکی از کارکردهای مهم این برنامه اولویت دادن به مسائلی هست که عامدانه بهشون اولویت داده نمیشه. این رو بدون تعارف بگیم که در بسیاری از رسانه ها مثل حوزه سیاسی ما اولویت به مسائل حقوق زنان داده نمیشه. بنابراین پیگیر بودن این برنامه در مسائلی که بیش از نیمی از جامعه رو در بر میگیره، اما همیشه باز هم تکرار میکنم عامدانه از اولویت ها حذف میشه، خودش یه جور اولویت دادن به اون موضوع هست و امکان بروز دادن هست. اما اگر قرار باشه که فقط خوبی هاش رو نگیم، نقدی هم کنار این شاید به نوعی بشه گفت جشن تولد باشه، به نظر من یکی از کمکاری هایی که نه فقط در یک برنامه صدای دیگر یا رادیو فردا، که در بسیاری از رسانه های ما و حتی فراتر از رسانه ها، در بسیاری از سایت ها، در بسیاری از محافل اجتماعی و اکتیویستی ما با کمبودش مواجه هستیم، نقد خودمون هست. یعنی نقد حرکت هایی هست که در پروسه تلاش برای رسیدن به برابری جنسیتی وجود داشته و صدای دیگر به عنوان یک رسانه‌ای که داره تخصصی تو این حوزه کار میکنه، به نظر من در این حوزه کم کار کرده. دلایل بسیاری میشه براش آورد، توجیهات بسیاری میشه براش آورد، کما اینکه توجیهات بسیاری میشه برای نقد نکردن خودمون از طرف ما که در این حوزه کار کردیم هم وارد کرد. ولی به هر حال جا داشته خیلی از حرکت هایی که ما میبینیم به دلایل مختلف ادامه پیدا نمیکنه، خیلی از حرکت هایی که باید نقد میشده ما نقدش نمیکنیم، شاید به خاطر اینکه مشکلی بر مشکلات دیگر فعالان حقوق زن اضافه نکنیم. خیلی از حرکت هایی که در جنبش زنان شد، در مسائل مرتبط با زنان شد، قابل نقد بود، قابل بحث بود. شاید اگر این بحث ها جنبه رسانه‌ای پیدا می‌کرد، شفافیت بیشتری پیدا می‌کرد و باعث می‌شد که تکرار نشه یا باعث می‌شد که برخی از مشکلات که در واقع تمرین دموکراسی هست، تمرین نقد کردن، تمرین نظاره‌گری و نقش دیدبانی ما هست، بهتر اتفاق بیفته. به هر حال تبریک میگم به رادیو فردا به خاطر استمرارش در تولید این برنامه مهم. براتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که با همین دست پیش بریم.
خب رویا، شنیدیم نظر تاسی امینی رو نقدی کرد. خب ببین، پاسخی که من به این نقد میتونم بدم اینه که تا جایی که امکان بوده، تا جایی که ما دسترسی داشتیم به اندیشه‌های متفاوت موجود در حوزه جنبش زنان، این کار رو انجام دادیم. مثلا این که سال 88 بود اگه اشتباه نکنم، من حداقل 5 تا برنامه رو به این موضوع اختصاص دادم که چرا بحث حجاب اجباری مسئله جنبش زنان نیست و چرا فعالان جنبش زنان از مسئله حجاب اجباری در تمام سالهای بعد از انقلاب گذشتن و به اون نپرداختن. خب مصاحبه‌های خیلی جدی داشتیم با کسانی که فعالان مسائل زنان بودن و در سال 88 اینها شروع کردن به بیرون اومدن از ایران، ولی واقعیت اینجاست که خیلی زود فعالانی در داخل ایران موندن که کار کنن و برای اینکه میخواستن کار بکنن بهتر میدیدن که به قول خودشون سرشون مشغول کارشون باشه، خودشون به درد سر نندازن و نیروهای کار و فعال در داخل ایران بمونن. و مهمترین استراتژی که این فعالان انتخاب کردن صحبت کردن با رسانه‌های خارجی بود. و تا زمانی میتونی یک نقد همه جانبه نگر منصفانه داشته باشی که دو سوی ماجرا رو بتونی بهش بپردازی، در واقع این که ما این تریبون رو در اختیار فعالان جنبش زنان خارج از ایران قرار بدیم که خودشون از سابقه‌های متفاوت وقت این جنبش هستن و نتونیم هیچ صدایی رو از داخل ایران داشته باشیم، به نظرم نوعی بی‌انصافی و نوعی یک جانبه نگری در مسائل جنبش زنان بود. به محض اینکه این کانال ارتباطی برقرار بشه، به محض اینکه از هر طریقی فعالان جنبش زنان داخل ایران حاضر باشن صداشون رو به ما برسونن، قطعاً به طور خیلی خیلی گسترده‌ای میشه این موضوع رو کار کرد. ولی میدونی که در روزنامه‌نگاری یکی از مهمترین مسائل عادلانه نگاه کردن به ماجراست و ما نمیتونیم با حذف کردن جنبش زنان در داخل ایران که بار اصلی جنبش رو بر دوش دارن بتونیم نقد منصفانه ای داشته باشیم. بار اصلی که خب معلومه، چون اصلا این جنبش داره برای یک جامعه کار میکنه و اون کسی که در اون جامعه هست بهتر از هر کس دیگه میتونه مسائل اون جامعه رو بشناسه و نقد بکنه. اجازه بده که با حسین غازیان صحبت بکنیم، جامعه شناس در آمریکا، و بیشتر میخوایم بپردازیم به اینکه در یک جامعه با مختصات جامعه ایران برنامه مثل صدای دیگر چه کار کرد داره و اصلا چقدر پرداختن به این مسائل زنان در رسانه ها میتونه راهگشا باشه، میتونه دردی رو درمان بکنه. آقای غازیان سلام میکنم به شما. سلام خانم سمیرا قاجار، امیدوارم روز خوبی داشته باشید و شنوندگان شما هم برنامه خوب شما رو گوش بدن در حال حاضر. آقای غازیان، شنیدید که ما با رویا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که بار اصلی مسائل زنان پرداختن به اونها و نقدش بر دوش تحلیلگرانی هست که در داخل ایران هستن. میخوام نظر شما رو بپرسم راجع به این که در جامعه ایران در حال حاضر اصلا میتونیم راجع به یک جنبش زنان صحبت بکنیم یا نه در قالب یه رسانه. سلام آقای قاضیان. سلام خانم کریم نست. بذارید من اول تبریک بگم به شما به خاطر این 500 شماره. 10 سال تداوم روی برنامه توی یک رسانه خودش پدیده جالبیست برای رسانه‌های ایرانی، اونم در مورد یک موضوع حساس که از جوانب مختلف ممکنه مورد حمله قرار بگیره و حساسیت در موردش وجود داشته باشه، هم به خانم کریمی مجد، هم به خانم عظیم و هم به خانم فامیلی و همه کسایی که پشت صحنه درگیر این موضوع بودن. من مایل هستم یک بار دیگه سوال شما رو گوش بدم و دقیقا به اون چیزی بپردازم که شما میخواید از من بپرسید و از حواشی خودداری کنم. آقای قاضیان بذارید من سوال سمیرا رو اینطوری دوباره مطرح بکنم. اون که ما میدونیم که جنبش زنان در داخل ایران با مسائل و مشکلات بسیار بسیار زیادی روبرو هست و به نظر شما در چنین فضایی رسانه ها و حالا رسانه خارج از ایران با تمام محدودیت های دسترسیش چگونه میتونه کمکی باشه به بهتر شدن وضعیت زنان در داخل ایران؟ خب حالا این راه آسان‌تری رو برای من می‌ذاره برای اینکه به این موضوع بپردازم. ممنون از این شیوه تا که خب با سوالی که سمیر جان هم مطرح کردن کاملا مرتبط هست و اونم این که ببینید ما در یه جامعه زندگی می‌کنیم که حساسیت جنسیتی کم بوده به طور کلی، یعنی این که آدم‌ها در زندگی روزمره‌شون، در خوندنشون، در نوشتنشون، در حرف زدنشون، در مواجهه با مسائل
به این توجه داشته باشن که جنسیت یک عنصر در فهمیدن، در روبرو شدن، در درک، در تحلیل، در سیاست گذاری و در رفتار شخصی و عمومی ما راجع به مسائلی که در جامعه زندگی میکنه. بنابراین پررنگ کردن این موضوع یعنی مسئله جنسیت و ایجاد حساسیت جنسیتی یکی از کارهاست که رسانه میتونه انجام بده و به نظر من رادیو فردا و به ویژه این برنامه تا حدی در این زمینه موفق بوده. من حقیقتش با اون بدبینی که شما اول برنامه مطرح کردید و نومیدی که گفتی که همه مسائل سر جای خودشون، خیلی موافق نیستم. معتقدم خیلی تکون خورده، ممکنه که دولت مردا تکون نخورده باشن، هنوز مقاومت بکنن. مقاومت اونا قابل فهمه، ریشه هاش هم معلومه، قرارم نیست خیلی تکون بخورن. مهم اینه که تو سطح جامعه چه اتفاقی افتاده. به نظر من اونجا اتفاقات خیلی مهمی افتاده. یک نوع هویت یابی جنسیتی در مورد زنان به مرور آشکار شده. زنان تونستن از خودشون به عنوان یک ما، به عنوان یک هویت و نوعی هویت یابی تعریفی بدن. خودشون حساس‌تر شدن نسبت به این مسائل، رفتارشون، نگرششون به این مسائل متفاوت شده. همین چند روز پیش ایسپا یک به اصطلاح تحقیق رو منتشر کرده بود در مورد اینکه زن و مرد در مورد اینکه مناصب سیاسی به زنان سپرده بشه چه فکر میکنن. زنان بیشتر از مردان فکر میکردن که خوبه که به زنان این مناصب سیاسی سپرده بشه، در حالی که پیشتر این مورد متفاوت بود. یعنی زنان و مردان یا تفاوتی نداشتن یا حتی زنان کمتر از مردان معتقد بودن که باید مناصب سیاسی به زنان واگذار بشه. خب این نوعی نشان دهنده هویت یابی جنسیتی و تشخص جنسیتی، یافتن نوعی عاملیت هست و خودآگاهی نسبت به موقعیتی که شخص به عنوان جنسش و به عنوان جنسیتی که داره در جامعه میخواد حاضر بشه. به نظر من این جنبه‌های موفقی بوده که رسانه‌ها به طور کلی تونستن در جامعه ایران پیش ببرن و رسانه شما و این برنامه به طور خاص به نظر من بخشی از این تلاش جمعی بوده. آقای قاضیان، من حالا جلوی سوال سمیرا رو گرفتم. با تمام کسایی که صحبت کردیم تا به حال همیشه یه نقد کوچیکی هم داشتن. من الان خیلی جسارت پیدا کردم، به خودم جسارت دادم از شما بپرسم که چه نقدی رو برای در مورد برنامه صدای دیگر شما میتونید مطرح بکنید. ولی اینو بگم بعد از نقد باید راهکار هم بدید بهمون. حالا این قسمت دومش سخته، ولی قسمت اولش حقیقتش من یکی از چیزایی که نه فقط در این برنامه، در برنامه‌هایی که شما می‌خواید یک فکر رو جلو ببرید یا در رسانه به طور کلی می‌خواید یک ایده رو جلو ببرید، مطرح اینی که شما با کی سر و کله بزنید. یه وقت شما می‌خواید برید سراغ اون کسانی که پیش از اینکه شما برید سراغشون با شما کم و بیش موافق هستن. خب به نظر من این هنر زیادی نیست. درسته که اونها هم بخشی از کسانی هستن که شما باید بهشون توجه کنید، اونها هم بخشی از کسانی هستن که شما میتونید آگاهیشون رو غنی‌تر کنید، افزایش بدید، گسترش بدید و حتی اونها رو مصرح‌تر کنید نسبت به راهی که دارن در پیش گرفتن. اون خب بخشی از رسالت ترویجی یک رسانه میتونه باشه در یه حوزه به خصوص، من جمله در این مورد در مورد زنان. ولی یه بخش دیگریش کسانی هستن که مخالف شما هستن یا بعضن ممکنه که بینابین باشن و معلوم نباشه که میخوان چی کار بکنن، چه فکری دارن، در تردید هستن بین این فکر و اون فکر. با اونا باید به زبان دیگری حرف زد و این زبان توی این و از برنامه ها، نه فقط برنامه شما، برنامه هایی که میخوان از فکری رو ترویج کنن، برنامه های ترویجی منظورمه، توی این برنامه ها قایبه. یعنی اونا بیشتر من جمله برنامه شما میره به سراغ کسانی که حدس زده میشه باهاشون موافق هستن، روی موضوع خودشون تا حدی حساس هستن، موضع مشخصی دارن و میتونن خیلی سریع با شما موافق میشن. اما اون گروه دیگه یا نادیده گرفته میشن یا زبانی که به کار برده میشه زبانی نیست که اونا رو کم کم متمایل کنه که به حرف شما گوش بدن. چون مسئله ما موافق تر کردن موافقان نیست، مسئله ما در رسانه و در کار ترویجی باید کمتر مخالفت کردن مخالفان باشه و بعد اونها رو با زبانی باشون حرف زد، از جایی وارد شد که اونا مایل باشن به حرف ما گوش بدن. سپاسگزارم آقای قاضیان. همینجا من یه خاطره رو تعریف بکنم سمیرا، به عنوان حسن ختام برنامه‌مون. آره، یه برنامه‌ای بود سالها قبل، فکر می‌کنم همون حدود سال 87 88 میزگردی داشتیم با پروین اردلان و آقای
اکبرین در مورد حق زن بر بدن خودش، و در میانه پخش اون برنامه آقایی که خودش رو کارشناس علوم سیاسی مطرح کرده، معرفی کرده بود، تماس گرفته بود با برنامه و گفته بود اگه قرار باشه که زن من بر بدنش حق داشته باشه، همین فردا صبح سرش رو میبرم و روی سینه‌اش میگذارم. آقای قاضیان، شما که میگید ما همه مخالفانمون رو باید مد نظر قرار بدیم، بعد اون موقع تضمین جهانی زنان داخل ایران تضمین کردنش بسیار دشواره. من 5 شماره برنامه پی در پی ساختم در مورد اون موضوع برای اینکه بتونیم فضا رو کمی تحت کنترل در بیاریم. خیلی ممنونم. رویا کریمی مرج بود، ویژه برنامه ما رو شنیدید به مناسبت 500مین شماره مجله صدای دیگر. در لایو اینستاگرام هم بودیم، میتونید بعدتر هم برید اونجا اون رو تماشا بکنید. خیلی ممنونم که ما رو گوش کردید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.